برای اینکه زمین ساز حاکمیت علم باشیم باید یا عالم باشیم یا متعلم باشیم. حرف اول و آخر رو علم میزنیم. مال و ثروتی گفته میشه یعنی همین مسائل دنیایی، چیزهایی که در دنیا میمونه و انسان نمیبره، همین خونه و ماشین و این امکانات و اینا رو به عنوان مال بهش نگاه میکنه. مدرک دانشگاهی رو هم به چشم یک مال بهش نگاه میکنه، به چشم یک علم. هیئت علمی بودن رو هم به عنوان یک مال بهش نگاه میکنه. اینم مال، چون انسان نه هیئت علمی رو با خودش میبره نه مدرک رو با خودش میبره، علم رو ولی با خودش میبره. علم یعنی اونی که با ذات و عجین شده، آگاهی و نسبت به حقایق این عالم، بهره‌مند از این که میداند در این عالم چه خبر، چی به چی. این میشه علم. تمام دنیا به این سمت بوده که دنیا رو باید علم اداره کنه. خب الان تقریبا یه رگه‌هایی داریم میبینیم شده که این دوران منتهی به ظهور باشه که همه دارن اظهار عجز میکنن و علم زبون شده، به دست و پا افتاده، میگه من حرفی ندارم در مورد این کرونا، راه حلی ندارم که بخوام درمان و مداوا بکنم. این اگر فرهنگ بشه و گسترده بشه و ما بریم به این سمت که یک عالم باید حاکم باشه، حکومت علم، نه حکومت ثروت و قدرت و پول و شهوت و مادیات، اگه به اون سمت رفتیم اون دوران طلایی حکومت ما بزنه. اگر میخوام زمین ساز باشیم، زمین ساز حاکمیت علم باشیم. اگر مزمین ساز حاکمیت علم باشیم، امام زمان حکومتشون مستقر میشه و زبود میکنه. برای اینکه زمین ساز حاکمیت علم باشیم باید یا عالم باشیم یا متعلم باشیم، یا خودمون بهره‌منده از علم باشیم یا متصل باشیم به کسانی که بهره‌منده از علم. این میشه جامعه پیشرفته. حرف اول آخر رو علم. حرف اول آخر رو علم.